مگرینی ندیده دوربینا در آورده بودن و حتی سلفی داشتن مینداختن روی میز رفته بودن بعضی از دوستان. خلاصه یه ذوق و شوق زائد الوصفی دوستان دچار شده بودن و داشتن عکس یادگاری میگرفتن. اشکال نداره، به هر حال هر نماینده بالاخره آلبومی از عکس‌های یادگاری داره. خب میخواستن با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم عکس یادگاری اون هم با این تیپ داشته باشن. اما برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی کنایه زدن به گذشته برخی از نمایندگانی که این چنین هیجان سلفی با یک خانم سیاستمدار را دارند و نوشتن ممکن است دست بسته در دل دشمن آزاده باشیم و ممکن است در رأس امور مملکت اسیر. عکسی که رشید پور در برنامه تلویزیونیش گفته ای داد بیداد، اگر شما دنبال سلفی هستید اون وقت به مردم چی بگیم؟ یه عکس دیگه هم دارم تازه، اینو نگاه کن، ای داد بیداد. در هر صورت وقتی ما به عنوان نماینده مجلس موبایل دستمون باشه دنبال سلفی گرفتن باشیم، بعد اون موقع به مردم در اتفاقات مختلف چی بگیم؟ مثلا این عکس مخابره شده و جهان هم میبینه که ما اینقدر ذوق داشتیم که هر طوری شده سلفی بگیریم. ما هم انتقادمون خیلی نمیخوایم گزنده باشه، اما عکس ها رو تماشا کردیم و خیلی حال خوبی بهمون دست نداد. از مشاور رسانه‌ای آقای روحانی اما مشکل رو سیاسی نه بلکه فرهنگی دونست و خواسته از تک تک این افرادی که در پشت سر خانم مگیرینی ایستادن مصاحبه عمیق گرفته بشه. کاربری هم تعنی به برجام زده و نوشته از سلفی خود با فدریکا مگذر، چون نقدترین حاصل برجام این است. مهدی جوله طنزپرداز در صفحه مجازیش نوشته اینجوری که دوستان فعل خواستن و صرف کردن مگیرینی برگرده یکی یکی قفل تحریم ها رو باز میکنه برامون. بعضی ها با عکساشون حرفاشون رو زدن. پسر شهید همت اما در کانال تلگرامیش و صفحه اینستاش نوشته که حتی این عکس در شأن صفحه محمد مهدی همت نیست، اما چه کنم دلم دارد میسوزد، قلبم درد گرفته، خدای را شاکرم که پدرم نیست که این روزها را ببیند. اینها واقعا نماینده های ملت ما هستند و این کیکاش در مورد این نماینده ها تصمیمی گرفته میشد. از سلفی عزت تا سلفی حقارت هم با این عکس منتشر شد. حسین دهباشی اما نتوانست زیاد دست به قلم باشد و نوشت کلمات زیر دستم داغ می شوند، می سوزند، سیاه شده و از شرم می گریزند. در سالگرد مشروطیت تعبیر محترم و مناسبی در توصیف تصاویر وکلای مجلس نمی یابد. یکی هم خاطرات مگیرینی را زودتر نوشته ما عاشق تحریم کردن اونها بودیم، اونها عاشق سلفی با ما. خاطرات مگیرینی از سفر به تهران. صادق خرازی هم در صفحه مجازی خودش نوشته جای آن است که خون موج زند در دل لعل، ای کاش مجلس یک واحد آموزش پروتکل رفتار و اخلاق جمعی برای نمایندگان تدارک میدید که وجاهت نمایندگان محترم دست مایه نقد قرار نمیگیرد. البته رجبی نماینده لیست امید بابت سلفی حاشیه ساز با مگیرینی از مردم عذرخواهی کرده. مردم عزیز این جانب را عفو نمایند. هستی مهدوی بازیگر با انتقاد از این سلفی نوشته متاسفانه خودمان انتخاب کردیم. او به نمایندگان مربوطه تذکر داده که حق ندارید با آبروی جمعی مردم ایران بازی کنید. اما پرمعنا، قابل تأمل و پربازدیدترین تصویر در رابطه با واکنش ها به این عکس سلفی تعلق گرفت به این فیلم. روزی که امام خمینی رحمت الله علیه در مقابل فرستاده قدرتمندترین کشور آن دوران یعنی شوروی سابق چنین واکنش نشان داد. ایشون رو من می‌خواستم جلوی شما به فضای بزرگتر باز کنم.